مولود چاوش اغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، روز سه‌شنبه در نشستی که با کشورهای ترک داشت، گفت که ترکیه از انتصاب صدر اعظم جدید و کاهش تنش‌ها در قزاقستان پس از خشونت‌های سراسری در کشور در هفته گذشته استقبال می‌کند. چاوش اغلو که در یک نشست مجازی فوق‌العاده سازمان کشورهای ترک یا OTC صحبت می‌کرد، گفت که کشورهای ترک با تمام امکانات خود در کنار قزاقستان خواهند ایستاد و حمایت کامل خود را اعلام خواهند کرد. بزرگ زمانه قزاق کردشترمیز ما در این شرایط سخت با برادران خود در همبستگی با قزاقستان ایستاده ایم. امروز خوشحالیم که اوضاع تحت کنترل است. ما خوشحالیم که برادرمان علی خان اسماعیلوف به عنوان صدر اعظم کشور منصوب شده است. صلح و ثبات در قزاقستان نه تنها برای منطقه و کشورها بلکه برای دستیابی به صلح جهانی نیز مهم است. قزاقستان توانایی، تجربه و سنت‌های دولتی برای غلبه بر این بحران را دارد. قاسم جمارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان روز سه‌شنبه علی خان اسماعیلوف را در حال با عنوان صدر اعظم معرفی کرد که شورش در کشور جریان داشت. وزارت داخلی کشور گفت که 9900 نفر را به دلیل خشونت‌ها بازداشت کرده است. سازمان کشورهای ترک شامل ترکیه، قزاقستان، آذربایجان، ازبکستان، قرغزستان است. ترکمنستان و مجارستان با عنوان شرکای این سازمان به شمار می‌روند. این اولین ماموریتی است که گروه ما در خاک یک کشور خارجی انجام می‌دهد. اما تا به امروز هیچ اقدام تحریک‌آمیزی با تلاش برای ورود به اماکن محافظت شده کشف نشده است. قاسم جمارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان روز سه‌شنبه از خروج عساکر نظامی به رهبری روسیه در حال خبر داد که روز قبل ماموریت، مشروعیت و مدت این ائتلاف توسط واشنگتن مورد پرسش قرار گرفت که با واکنش خشمگین مسکو مواجه شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه گفت که استقرار این نیروها بسیار مهم بوده است و مدعی پیروزی در دفاع از قزاقستان در برابر آنچه او به عنوان قیام تروریستی مورد حمایت خارجی توصیف کرد شد. چندین روز اعتراضات و نارامی های مدنی در قزاقستان باعث ویرانی بسیاری از مشاغل محلی و فروشگاه ها در پایتخت این کشور شد. این مبلغ کمی برای من نیست، واقعا نیست. من چندین مغازه را به دلیل بحران ها بستم، زیرا نمی توانستم کرایه آن را بپردازم و اکنون مکان مورد علاقه من که بیشتر مفاد می کرد و مخارج خانواده ام را تامین می کرد بسیار ضربه خورده و ضرر کرده ام. این اصلا خوب نیست. من خیلی ناراحتم. خدا شاهد است نمی دانم چگونه به بچه هایم غذا بدهم. تظاهرات در قزاقستان در 2 جنوری به دلیل افزایش تقریبا دو برابری قیمت یک نوع مواد سوخت و وسایل نقلیه آغاز شد و به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت که ظاهرا نشان دهنده نارضایتی گسترده تر از دولت اقتدارگرا بود. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.